الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين از پیش از ولادت تا روز شهادت تمام شعون وجودی صدیقه کبرا ویژه و خاص یعنی برای اهدی از زنان جهان حتی مادران انبیاء الهی این ویژگی ها و اختصاصات و شعون نبوده البته بخشی از این شعون با اختیار خود حضرت در به کار گرفتن آیات قرآن و راهنمایی های پیغمبر اکرم تحقق پیدا کرد و بخشی از اونها هم یقینا تحقق اراده خدا در صفحه وجود عرشی او بود چون اگر همه رو بخوایم به جبر نسبت بدیم بگیم کلشو خدا خواست و راه دیگرگونی نبود این حرف از نظر قرآن بر روایات اهل بیت درست نیست چون زیباترین سخنی که درباره جبر و اختیار گفته شده از زبان امام شیشم بیان شده که درباره انسان یا همه عالم میفرمایند لا جبر زوری در کار نبوده که میخوام این گونه بشه و غیر این نشه فشاری در حرکات و اعمال و اخلاق و عقاید پشت سر انسان نیست که انسان نتوانه از حالی به حال دیگر انتقال پیدا بکنه اگر کسی این رو بگه معنیش اینه که به سطح انبیا و نزول کتب آسمانی و امر و نهی و پاداش و کیفر بیهوده است اگر اعمال بر اثر فشار خدا بوده بدون اینکه خود انسان اختیاری درش داشته باشه خب این انسان نباید بهشت بره نباید جهنم بره بر اینکه عملش پاداش نداره کار خودش نبوده هرچی عبادت کرده ربطی به خودش نداره اگر جبر باشه دوزخ هم نباید بره هر چی گناه کرده معصیت کرده ستم کرده تجاوز داشته کار خودش نبوده نباید بره جهنم بر حکیم اونم حکیمی چون پروردگار قبیه که کاری رو که عبد به اختیار خودش انجام نداده جریمش کنه یا معنی نداره پاداش بهش بده اگر کار کار خودش نبود همه ارزش اعمال ما به آزادی ماست که میتونم انجام بدم و میتونم انجام ندم من فردا صبح میتونم نماز بخونم و میتونم نخونم این که میام آزادی خودم رو و اختیار خودم رو و خواست خودم رو در عبادت الله دخالت میدم این ارزش میتونستم عبادت نکنم ولی اومدم همه موانع عبادت و به اختیار خودم کنار زدم به خواب گفتم نه به سوستی گفتم نه به رخت خواب گفتم نه ولی به نماز گفتم آره میخونم تو رو به جا میارم این ارزش چون این کار من پس زدن موانع و تحقق دادن تکلیف کاملا بر مبنای لا اله الا الله لا اله یعنی نه به هر چی غیر خداست و به هر چی ضد عبادت و به هر چی ضد ارزش هاست نه الا الله یعنی آری و عربی یعنی نه یعنی بلا یعنی خدایا دعوت تو رو پاسخ میگم رد نمیکنم انقدر آدم جسور و بیشرم و بیحیایی نیستم که فرمانهای تو رو رد کنم این خیلی بی که به مسلحت من به نفع من برای درستی دنیای من و آخرت من به من بگی عبادت کن و من بگم عبادت نمی کنم عبادت نمی کنم معنیش اینه یعنی تو رو نمیخوام دستورات تو نمیخوام نبوت پیغمبران تو نمیخوام امامت امامان رو نمیخوام بهشت تو نمیخوام رضایت و مغفرت تو نمیخوام یعنی وقتی به پروردگار نبگم هزاران سرمایه عظیم رو رد کردم این حماقت این یه جابجا جا, جا کردن نابخردانه است که بگم الماسی که میخوای به من بدی عقیق ناب یمنی که میخوای به من بدی طلایی که میخوای به من بدی نقرهای رو که میخوای به من بدی حالا شما تعبیرات معنوی شو تو ذهنتون بیارین من هیچ کدوم اینا رو نمیخوام اما عاشق خرمهرم اونو میخوام خدام که خرمهره به کسی نمیده پروردگار عالم اون چه که به انسان میده این یوریت که به خیرن همه خوبی اونی که از جانب من به تو میرسه خوبی نیکیه ما اصاب کمن حسنتن فمن الله من فقط خوبی به شما بندگانم عطا میکنم اما اصاب کمن سیعتن فمن نفسک اما همه شر را همه بدی ها تولید خودت اگه معتاد میشی کار خود اگه دست در دست دوستان ابلیس مسلک میذاری کار خودت اگر راه جهنم را حرکت میکنی که برسی به جهنم کار خودت شما یه بدی رو نمیتونید از صد و کتاب آسمانی یا از زبان صد و هزار پیغمبر و دوازده امام بیارین که فرموده باشن این یه دونه بدی اتفاقا از جانب خدا به تو رسید کما اصاب کمن سیعتین فمن نفسک ببینید ما همه افکار اشتباه رو با قرآن میتونیم تصحیح کنیم یعنی شما جواب هر چی رو که بخواین در امور کلی عالم و آدم در قرآن مجیده خوبی از کجا به من رسیده از خدا بدی از کجا به من رسیده از خدا شما ممکنه تو ذهن مبارکتون بیاد بدترین بدی بدترین شر بدترین خطر جهنمه این از خدا به دوزخیان نرسیده خدا میفرماد نه دوزخ از جانب من به شما نرسیده به دوزخیان میگه در قرآن مجید میفرماید ان الله لا یرزا لعباده الکفر من شموشی در اعتقاد و عمل رو برای احدی نمیپسندم که عمق آیه معنیش اینه من جهنم رفتن رو برای هیچ گی و شما در آیات قرآن اگر دقت بیشتری کنید من شاید صد بار از اول تا آخر قرآن رو دیدم سه بار قرآن رو ترجمه کردم یک بار چهل جلد تفسیر بر قرآن مجید نوشتم شما اگه در آیات مربوط به دوزخ دقت کنی آخر آیات مربوط به جهنم میگه به ما کنتم تعملون جهنم عمل خودتون پس کاری به پروردگار نداره فبل یقینه اقتا او جملات مال امیرالمؤمنین در دعای کمیل ف یقین اقتا او لولا ما حکمت من تعذیب جاهدیک و اخلاد معاندیک اگر در این دنیا از زمان آدم تا لحظه برپا شدن قیامت معاندی نداشتی یعنی دشمنی وارد نمیکردم که یه دشمنی خیلی جاهلانه ایه کسی که نه ماه در رحم مادر پرستارت بوده خود مادر که پرستاری نکرده پدرم که پرستاری نکرد کسی که قبل از تولد سینه مادر رو برات پر از شیر کرده چون نه گلوی داشتی برای خوردن غذا نه دندونی داشتی برای جویدن کسی که انواع نعمتهای طبیعی رو در اختیارت گذاشته که تو اگه بخوای ارزش نعمت رو بفهمی فقد نعمت رو فکر ارزش نعمت رو اگه بخوای بفهم در وجود خودت نبودش رو فکر کن اگه این دوتا چشم رو نداشتم اگه دوتا گوش رو نداشتم اگه بعد تولد تا حالا دندون در نمی آوردم اگر رو صورتم کل بینی نبود اگه از مادر متولد می شدم لب پایین رو نداشتم لب بالا رو نداشتم اگر به دنیا میومدم می اومدم به دنیا اومدم ده تا انگشت رو نداشتم دو تا انگشت شست پا رو نداشتم چی میشد شما برای درک نعمت نبود نعمت رو فکر بکن که حکما میگن تو رفل اشیاء به ازدادها تو حق رو میخوای بفهمی رو باطل مطالعه کن تو نعمت رو میخوای بفهمی رو نبودش مطالعه کن خب با این خدا دشمنی عاقلانه است که امیر المؤمنین میگه اگر دشمنی با تو نمیشد و اگر بی دلیل تو رو انکار نمی کردن مثل دهری مسلک ها کومونیست ها ماتریالیست ها ها که میگن خدایی وجود نداره خو خب اگه خدایی وجود نداره تو چجوری به وجود اومدی؟ خب خدا وجود نداره تو خودت خودتو به وجود آوردی اگه خودت بودی که خودتو به وجود بیاری که دیگه لازم نبود خودتو به وجود بیاری اینایی که میگن خود به خود یه معنی جاهلانه ای داره عالم چگونه به وجود اومده خود به خود یعنی بوده بعد خوشش اومده خودشو بسازه درختان نبودن خوششون اومد خودشونو بسازن دریاها نبودن خوششون اومد خودشون رو بسازن عالم اگه خدا نداشته تو چجوری به وجود اصلا همین که میگی عالم خدا نداره این نیروی حرف زدن رو برای انکار خدا از کجا آوردی و کی کمکت داره میکنه زبونت حرکت کنه هوا کمک بده دندونا و لبا کمک بده که تو اربده بکشی عالم خدا نداره همین هم که داری میگی کمک خداست که داری میگی ای خودش کمکت نمیداد که نمیتونستی بگی لال بود امیر میگه اگر این گروه و اون گروه نبودن یعنی گروه انکار کنندگان تو و گروهی که میشناسن تو دشمنن با تو اگه این دو تایفه نبودن چی میشد تو دعای کمل میگه لجعل کله کلها بردن و سلاما این هفت طبقه بهشت جهنمم جزء بهشت بود این هفت طبقه رو معاندین تو و منکرین تو جدا کردن و جای دیگری رو به جای بهشت درست کردن پد جهنم هم کار خدا نیست هیچ بدی رو به خدا نمیشه نسبت داد نسبت بدی به خدا قرآن مجید میگه تهمت به پروردگاره و این کار وسوسه که همیشه بودن جدید نیستن که انتقولو الله مالا تعلمون به نادانی به خدا خلافی رو نسبت بدید به نادانی این جبر اگر بگیم اعمال ما به اراده ما نیست یکی دیگه پشت ما داره ما رو حل میده بگیم بخندیم بخوابیم بخوریم عبادت کنیم زنا کنیم ربا بخوریم نه اون طرف کار ماست نه این طرف کار ماست این جبره اگر این جبر رو بپذیریم اون وقت باید بگیم به سطح انبیا باطله چون به مجبور که امر و نه نمی کنه مجبور دست خودشی که بگن این کار رو بکن اون کار رو نکن این یک لا جبر این گفتار امام شیشون ولا تفویض واگذاری کاملم در عالم نیست که خدا انسان رو خلق کرده باشه از رحم مادر که به دنیا بیاد بگه برو دنبال کار دیگه هیچ کاری به کارت ندارم مهارت رو گردان خودت خودت و خودت این واگذاری هم باطله ایا حسب الانسان ان یترک سودا انسان با خیال پوچ حسبه یعنی خیال بی پشتوانه یعنی خیالی که علم بدرقش نمیکنه عقل بدرقش نمیکنه حکمت بدرقش نمیکنه فلسفه بدرقش نمیکنه دین بدرقش نمیکنه یه خیال بی پشتوانه است هواییه آیا خیال کرده انسان انیوت را صدا که خلقش کردم و به خودش با گذاشتم انسان مگه حیوان پیر بوده که تو صحرا رهاش بکنن بگن دیگه کارش به ما چه؟ بچره نچره آب بخوره نخوره گیر گرگ بیفته نیفته گیر پلنگ بیفته نیفته انسان این نیستش که انسان انسان وصل به پروردگاره به اراده او به رحمت او به مشیت او به رزوان او به او به کرم او به آگاهی او به بزرگواری او قطع نیافرید انسان رو که خلقش بکنه و یه پس گردنی بهش بزنه بگه مثل حیوانی که هیچ کاری دیگه از دستش برده میاد برو تو بیابون دنیا بچر تا بمیری این کار رو نکرده من شما رو رها نکردم واتو نگذاشتم خب برگردم به اول منبر صدیقه کبرا که نمونش در شعونش حتی در مادران انبیا نبوده چرا نمیگم همسران انبیان چون بعضی از هم پیغمبران همسرانشون ایمان نیوبردن و از منابع آزار انبیا شدن و با کافران وابستن و جاسوسی میکردن برای این نگفتم مانند زنان انبیاء بلکه در مادران انبیا که همه در پاکدامنی در پارسایی در ورع در کرامت در میان زنان زمان خودشون بینمونه بودن خب شعون صدیقه کبرا اختصاصاتشون شما در مادران هیچ پیغمبری نمی بینید و هیچ امامی غیر امیر المؤمنی. چه هم کفه یعنی هر شعنی علی داره زهرا داره هر ویژگی علی داره زهرا داره الا اینکه زهرا معموم امیرالمؤمنین بود نه امام امیرالمؤمنین این مجموع شؤون بخشیش به ارادت الله بوده و بخشیش به اختیار و انتخاب خودش بوده که از وقتی که وارد زندگی شده مشتاقانه اینا رو عنایت بفرمید مشتاقانه چون وضعش پیداست احوالاتش پیداست مشتاقانه مخلصانه عالمانه عاقلانه و با همت بلند به آیات قرآن و به روایات پدرش عمل کرد به عبارت امروزیا با قرآن مجید و با روایات پیغمبر بر اساس اختیار و انتخاب خودش خودسازی کرد خب این دو بخش شعونش حالا یه بخشی که فقط مربوط به خدا بوده کاری به خودش نداشته و دخالت خودشم نبوده به اختیار خودشم نبوده همین یه نکته رو میگم چون خیلی علاقه داشتم یه ده تا نکته رو که آماده کردم براتون بگم اما همین یه نکته شو میگم رسول خدا میفرماید روایت نه در یک کتاب نه در دو کتاب نه در سه کتاب دریاوار آمده تو کتاب که جبرئیل به من نازل شد و به من گفت خدا سلام میرسونه و از تو میخواد با اینکه که مارم زونی رجب و شعبانم نی. چون پیغمبر رجب و شعبانم روزه میگرفت هفته سه روزم روزه میگیره خدا میفرماید چهل روز روزه بگیر پیغمبر اکرم عبدالله هم. نه به خدا نمیگه و نه نداره تو زندگیش به خدا هر چی نداره به غیر خداست لا اله هر چی نه به غیر خدا اما به پروردگار همش میگه آری نه، تسلیمم چهل روز تو اون هوای گرم مکه نه باقی بود نه گلستانی بود نه پنکهی بود نه کولری بود نه فنکوهلی بود تو اون هوای بالای پنجاه درجه من گاهی شب مکه رو بودم نزدیک بوده خفه بشم تو خیابون که یه مچدی رو پیدا نمی کردم برم تو زیر کولرش بیشینم عبیم می رفتم بالای پنجا درجه با هرم و کشنده شرگی چون نزدیک جده و دریاست چهل روز روزه گرفت خب هر شبم خدیجه کبرا با اون دست پاک الهیش و اون نیت عرشیش افتاری درست میکرد روز چهلم جبرئیل اومد گو یا رسول الله امشب امروز بعد از ظهر با هیچکی ملاقات نکن افتاریت هم از دنیا نخور خدا فرموده من برات افتاری میفرستم که این افتاری در بعضی روایاتمون پیغمبر میگه یه سیب بود از بهشت برام اووردن که من با اون سیب افتار کردم افتار افتارم که تموم شد دوباره جبرئیل اومد گفت امشب شبیه که با این سیبی که خوردی این سیب از بهشت الان تبدیل به نطفه شده اینو باید انتقال بدی به خدیجه این امانت الله و اون شب که شب شلوم روزه پیغمبر بود و با افتار بهشتی خدیجه کبرا که اولین شوهرش هم پیغمبر بود اینایی که نوشتن قبل از پیغمبر دو تا شوهر کرده این دروغیه که دیگران ساختن کار شیعه نیست اصلا خدیجه کبرا یه خانومی بود که آراسته به دین حنیف بود از قریش بود و از نوادگان حضرت ابراهیم انقدم خیردمن بود که هر بتپرست آلوده پلید کثیفی بهش پیشناده ازدواج داد صد درصد ردش کرد این وضع سازمان وجودی اولیه صدیقه کبرا که بر مادر هیچ پیغمبری مادر هیچ امامی پیش نیومده این ویژگی و این خصوصیت تا جلسه بعد با خواست خدا ببینیم پروردگار عالم مهار بحث و با اراده الهیش و کمک دادن به هممون به کجا میکشه چهار تا بچه بزرگشون هفت سالشون امام مجتبی اینا از مادر اصلا جدا نبودن از چهار رفته بودن حرم جدشون زیارت که یه مرتبه این ارتباط فرزند و مادر انگار بهشون گفت شما اگه برین خونه مادرتون رو دیگه زنده نمیبین این ارتباط این ارتباط شدید بود معنوی بود حجابی بین بچه ها و مادر در دل و در قلب و در فکر نبود اومدن اما نوشتن در احادیث ما که طبیعی نیومدن میدویدن رسیدن خونه خانمی که تو خونه بود خیلی با محبت گفت عزیزانم وارد اتاق نشین خواب مادر گفتن خیال میکنی ما نمیدونیم چه بلایی به سرمون اومده <applause> زینب و کلسوم دیدن حسن و حسین اومدن اونا هم دویدن اومدن شکل نشستنشون این گونه بود امام و بالا سر مادر زینب طرف راست بدن خواهر طرف چپ بدن ابی عبدالله اومد پایین پای این چهار تا بچه هی hey, مادرشونو رو تکون میدادن چرا دیگه جواب ما رو نمیدی؟ ما در سابقه نداشته با ما حرف نزنید <applause> دیدن اصلا جواب نمیده عکس نشون نمیده من در روایت خودم دیدم که ابی عبدالله بلند شد گفتش که برادر خواهر رو من الان میرم بابامو خبر میکنم خونه نزدیک مسجد بود دوان دوان اومد مسجد گفت بابا سری بیا میترسم مادرم و زنده نبینی از جا بلند شد عباش افتاد بر نداشت کفش پا نکرد همین جوری که دوان دوان می اومد برا خودش خودشم مصیبت میخون معنی عربی حرفاش به زبون خودمون به زبون مادریمون اینه که من که هنوز حرارت داغ پیغمبر از قلبم سرد نشده چرا اومدین خبر مرگ زهرا رو برای من آوردی وارد اتاق شد امام مجتبا جاشو داد به بابا بابا نشست سر زهرا رو بلند کرد رو دامنش گذاشت السلام علیک یا بنت رسول الله جواب نداد یا بنت حبیب الله جواب نداد یا بنت من حمل از زکات به اطراف ردا جواب نداد عشق ریخ رو صورت زهرا گفت فاطمه منم چرا جواب منو نمیدی چشمشو باز کرد همین چند کلمه رو گفت علی جان سلام منو تا قیامت به بچه های من برسون علی جان بدن منو شب غسل بده شب کفن کن شب دفن کن راضی نیستم این مردم در مراسم من شرکت کنن آخرین حرفی که زد و جان دادیم بود علی جان بچه هام علی جان تو بچه هام حسینم <laughs>